اگر شما هم دچار رفلاکس هستید و سال هاست که این رفلاکس داره اذیتتون میکنه، میخوام چند تا غذا رو بگم که با ترک کردن اینها رفلاکستون خیلی بهتر خواهد شد. البته من در یک ویدیو دیگه مفصل راجع به عوامل بروز رفلاکس گفتم که حتما اون ویدیو رو از دست ندین. دکتر احسان میرزایی هستم، ناتوروپاتیست، و امیدوارم که این مطالبی که راجع به رفلاکس دارم در اختیارتون قرار میدم رو استفاده ببرید و به دیگران هم توصیهشون بکنید. ببینید، من اول یه توضیح بدم که اصلا فرایند رفلاکس چی هست. رفلاکس در حقیقت بازگشت شیرابه‌ایه که برای هضم غذا در معده داره ترشح میشه به سمت بالا. خب گاهی اوقات حتی این رفلاکس در حالت خالی بودن معده ممکنه این رخ بده و برقی خودم بعد از مصرف یه سری غذا. خب یه سری غذا هستن که میتونن تشدید بکنن رفلاکس رو و پرهیز کردن این غذاها بسیار بسیار به شما کمک میکنه برای اینی که رفلاکستون بسیار بسیار بهتر بشه. پس این غذاها رو لطفاً لیست بکن، داشته باش، سعی بکن پرهیزشون داشته باشی و دونه دونه چکشون بکن. حتی اگر دیدی نسبت به یکی از اینا حساسیت نداری، خب میتونی مصرفش رو داشته باشی. اما به تجربه‌ای که در کتب متعدد طب سنتی ما دیدیم، این غذایی که میخوام برات نام ببرم قطعاً و قطعاً حتی اگر رفلاکس هم نداشته باشی، حتی اگر بگی موقع استفاده باعث ایجاد رفلاکس برام نمیشه، مطمئن باش پرهیزش برات لازمه و وقتی که تو مراقبت بکنی و ازشون استفاده نکنی، خب قاعدتا باعث میشه که رفلاکست هم حتی ایجاد نشه و یا تشدید پیدا نکنه. اولیش اینه، این فرهنگ استفاده از پیاز خام چیه؟ پیاز خام رو همه منابع طب سنتی ما میفرمایند که اگر استفاده بکنید، پیاز خام باعث ضعیف شدن چشمتون میشه، باعث رفلاکس هم میشه و در دراز مدت حتی میتونه باعث آسیب به مغز و خشکی مغز هم بشه که افسردگی و استرس به خصوص خیلی میتونه به سراغتون بیاد. پیاز رو سعی بکنید زیاد خام ازش استفاده نکنید. فقط حکما میگن کسانی که معده‌ای خیلی قوی دارن میتونن ازش استفاده بکنن. این نکته یک شاهکلید بسیار مهمه، پس پیاز خام به هیچ وجه استفاده نکن. تا اینجای ویدیو هر چقدر برات مفید بوده لطفاً لایکش بکن که خیلی از افراد دیگه‌ای هم که مشکل رفلاکس دارن بتونن از این ویدیو استفاده بکنن. متشکرم. نکته بعدی اینجاست که سیر یکی از عوامل بروز رفلاکس. قاعدتا سیر جزو لایف استایل همیشگی ما ایرونیا نبوده. ما ایرونیا اگر میخواستیم از سیر استفاده بکنیم، هر از گاهی اونم به عنوان دارو بوده. نعنا یکی از عوامل بروز رفلاکس، سعی بکن از نعنا و سبزی نعنا، عرق نعنا، اینها استفاده نکنی. الکل یکی از عوامل جدی بروز رفلاکس، مشکلات کبدی، مشکلات مغزی و حتی مشکلات قلبی است. سعی بکن از غذاهای تند پرهیز داشته باشی. غذاهایی که ادویه دارن سعی بکن اصلا ادویه جات به غذاهات استفاده نکنی، به خصوص فلفل، ادویه کاری، پاپریکا و اینها رو سعی بکن به غذاهات اضافه نکن. شیر، ببین شیر درسته که الان تو دنیا داره گفته میشه که هر روز ازش استفاده بشه، اما منابع اصیل طب سنتی که تجربه بسیار گرانبهاتری دارن میگن که ما نباید در مصرف شیر مداومت داشته باشیم. مداومت در مصرف شیر میتونه حالت اسیدی معده تو افزایش بده و خود اون باعث رفلاکس بشه. بادنجان قطعاً و قطعاً اگر تمام منابع طب سنتی هم بخوای جستجو بکنی و حتی در منابع طب مدرن، بادنجان نقل شده که زیاد استفاده نکن. من میدونم که بعضیاتون بادنجان رو خیلی دوست دارید، ولی لطفاً بادنجان رو مصرفش رو بسیار محدود بکنید چون رفلاکستون رو تشدید میکنه. چای پررنگ، کسانی که رفلاکس دارن
لطفا از چای پررنگ استفاده نکنید و البته چای رو لیوانی بعد از غذا استفاده نکنید. میتونید با دوزج کم، مثلا یه استکان کوچیک بعد از غذا برای کمک به هضمتون استفاده بکنید. اگر رفلاکس داری لطفا سابسکرایب یادت نره، به خاطر اینی که خیلی از ویدیوهای دیگه راجع به رفلاکس هم دارم و ویدیوهای بسیار مفید دیگه. سابسکرایب کردن باعث میشه که خب ما بیشتر در یوتیوب دیده بشیم و افراد دیگری بتونن از این مطالب ما استفاده کنن و مشکلشون برطرف بشه. اگر رفلاکس داری لطفا شکلات رو بگذار کنار. و نکته بسیار بسیار مهم که الان یک فرهنگ عامی شده و ما داریم ازش استفاده میکنیم، استفاده زیاد از سرخ کردنی هاست. قاعدتا استفاده زیاد از سرخ کردنی ها باعث میشه که حرارت معده شما افزایش پیدا بکنه و یکی از عوامل بروز رفلاکس باشه. پس سرخ کردنی ها تا میشه لطفا کم بکنید. خب خودتون هم میتونید که باعث تصلب شرائین کبد چپ و بیماری های دیگه هم میتونه بشه. این ویدیو حتما برای کسانی که رفلاکسی هستن باید ارسال بشه.